الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صدق الله العظيم. بنام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان دانت بیکسان و با عرض سلام و درود خدمت یک و یک بیننده های عزیز تلویزیون خورشید و علاقمندان برنامه زیبای اسلام و فطرت. دوستان نهایت عزیز، عنوان ماست معرفی برنامه اسلام و فطرت. چرا این بحث آغاز کردیم؟ چی نیازی بود؟ و کدام فوائدی داره و کدام ضرورت ما را مرفوع می سازه؟ دانستیم که این نیازی فطری ماست، نیازی درونی ماست، نیاز سرشتی ماست که ما فطرتاً و خلقتاً به این نیاز داریم. چه قسمی که به غذا نیاز داریم، به مراتب از او بیشتر به این بحث نیاز داریم، به این عنوان و به این برنامه نیاز داریم. کسی که به تنفس نیاز داره به این بحث نیاز داره، کسی که به زندگی نیاز داره، میخواد زندگی کنه، آزاد باشه، به این بحث نیاز داره. تا وقتی که انسان است و تا وقتی که او انسان در قید حیات. بحث اسلام و فطرت دوستان حت عزیز دارای 5 فصل بود. فصل اولش ایمان، حقیقت ایمان و علائم ایمان، نشانه های ایمان. چگونه بدانیم ما مؤمن هستیم؟ از کجا بدانیم؟ کدام علائم وجود داره که ما ایمان خود موازنه کنیم؟ همان طوری که یک طبیب مریض میدانه که چقدر صحت داره، 5% است، 20% است. از 4 چیز میدانه. علائم حیات از 4 چیز میدانه. چشمش وقتی روشنی میندازه چشمش متاثر نشد، میگه این شخص مرده. از درجه حرارتش میدانه، از نبضش میدانه و از فشارش میدانه. این 4 چیز وقتی که صفر بود، تحت صفر قرار داشت، میدانه این مریض مرده. وقتی دید کمک فشارش هم هست و کمک ضربان قلبش هم هست و نبضش هم حرکت میکنه، پس میفهمه که علائم حیات است. بعد میگه چقدر حیات وجود داره؟ 50% است، 40% است. ما هم میایم در علائم ایمان میدانیم که ما مسلمان هستیم، بله، مؤمن هستیم، بله، چقدر ایمان داریم، آیا هست یا نیست، اگر هست چقدر است، اگر نیست چرا نیست، و چگونه میتونیم ایمان احیا کنیم. فصل دوم ما بحث قدوات بود. گفتم به خاطر 5 هدف این بحث آغاز کردیم. اول گفتم فرض است تا ما از کسی نیاموزیم، محال است که ما به این دین و شریعت پیروی کنیم و پابند باشیم. و می خاطر نبی کریم علیه السلام یارای خدا معرفی میکرد تا مثل اونها باشیم. و همچنین دوستان حت عزیز، نیاز فطری ما بود جنگ علیه قدوات. و نکته چهارم، تربیت با الگوها از بهترین مواردی تربیت است. امام ابن قیم رحمه الله میگن که انسانها علم و ادب و اخلاق از دو طریق میگیره، یکی از طریق علم و مطالعه، یکی از طریق قصص و تمثیل. لکن کدام مواردش بسیار مؤثر است؟ یک نفر میاد بحث اخلاقی را مطرح میکنه، بحث عقیدوی را مطرح میکنه، سپس در پلوش یک مثال میده، فلانه این نوع اخلاق داره، فلانه این نوع عقیده داره. این کسی که سامع و شنونده است خوبتر میتونه بگیره. اگر بیا خوش بحث به معرفی بگیره، مثال برش نداشته باشه، کس نمیتونه بحث به شکل درستش و زیبایش بیاموزه. همچنین گفتم منابع زیادی داریم که ما الحمدلله اگر با او تماس بگیریم، خیلی منابع غنی و بزرگی است که از انبیا شروع تا خاتم النبیین و بعد از او تا اصحاب جان نثارشان و ائمه بزرگوار، ائمه فقه و ائمه حدیث. تا این دم ما بزرگوارای بسیار ممتاز داریم، شخصیت های بسیار ممتاز داریم که با معرفی از اونا ان شاء الله یکشنه یکشتر ما تاثیر میکنه. یک حافظ قرآن گفتن که چی انگیزه باعث شد حافظ شدی؟ گفت وقتی پشت یک حافظ استادم نماز خواندم، صدای دلنشینی داشت و قلب من نوازش کرد، تصمیم گرفتم که ما باید حافظ شوم. با وصفی که میفهمید که حفظ قرآن فضیلت داره، با وصفی که میفهمید که حفظ قرآن ای گام نهادن در نقش قدم انبیا و نبی کریم و اصحاب بزرگوار است، ولی چرا حفظ نمیکرد؟ ولی چرا آمد از یک حافظ؟ ببینین بحث الگو و قدوه و پیشوا خیلی مؤثر است، خیلی مؤثر است و خیلی مؤثر است. پس به این خاطر کوشش میکنیم بحث قدوات را
به شکل علمیش به بحث بگیریم. طور مثال اولین قدوه مار نبی کریم علیه الصلاة والسلام است. امروز بسیار از افراد جامعه ماست، از جوانها، از بزرگای ما، از خواهرای ما، از مادرای ما، پیغمبر امیقدر میشناسه که فرستاده خداست و بر ما دین یاد داده. یکی پیغمبر چگونه شکل داره، پیغمبر چگونه نان میخوره، پیغمبر چگونه اخلاق داشت، چگونه تانست به این مقام والا و عظیم و بزرگ نائل شد و ایره متاسفانه نمیفهمه. و میخاطر است که یک روز نبی کریم علیه السلام به طرف یارایش میگه جدیدو ایمان نکم، ایمان خود تجدید کنین. صحابه میگه کیف نجدیدو ایمانونا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، چگونه ما ایمان خود را تجدید کنیم؟ میگه اکثرو من قول لا اله الا الله، شما کلمه لا اله الا الله را زیاد زمزمه کنین ایمانتون تجدید میشه. خب اینجا یکی بحثی تکرار این کلمه است، یکی فهم معنای کلمه است. شما یک جوان بین در رابطه به خداشناسی بگو 5 دقیقه صحبت کو گفته نمیتونه، 5 دقیقه صحبت کرده، ولی یک انجینر استاد کو در رابطه به علم انجینری میتونه معرفیش کنه، یک طبیب استاد کو در رابطه به علم طب میتونه معرفی کنه، ولی یک مسلمان بگو در رابطه به خداشناسی میخوایم یک 5 دقیقه از تو بشنوم گفته نمیتونه. این مشکلی است دوستای نهایت عزیز که دامنگیری امت مسلمه هست. پس شناخت فرض است دوست عزیز، چون 5 وقت نماز، شناخت فرض است چون روزه رمضان، شناخت انبیا و اولیا و صلحا فرض است چون حج بیت الله شریف، فرض است چون زکات در راه خداوند جل و علا. شناخت پیغمبر یک مثال میتیم. طور مثال دوست عزیز، نبی کریم علیه السلام دو قسم اخلاق داره، یکی اخلاقی، دو قسم صفات داره، صفات اخلاقیش خلقیش و صفات خلقی و ذاتیش. پیغمبر اعظم علیه السلام وقتی اخلاقش قرآن معرفی میکنه میگه و اینک لعلا خلق عظیم، تو بر اخلاق عالی مسلط هستی، سراپا اخلاق هستی. و بحث اخلاق پیغمبر و روش پیغمبر چنان عظیم است که خدا از فوق عرش او را تقدیر میکنه و وصفش میکنه. خب وصف خلقی و ذاتی پیغمبر چگونه است؟ یک نفر میگه ما پیغمبر خواب دیدم، سیب کلامکاری هم میکنه. خب چگونه بود؟ قدی دراز داشت پیغمبر، قدی دراز نداشت. ریشی کلان داشت پیغمبر، ریشی متوسط داشت. شانای خورترک داشت پیغمبر، شانای خیلی وزبین و متوسط داشت. پس بحث خلقی و خلقیش اگر یک کس فرا نگیره از کجا میتونه پیرویش کنه؟ پس شناخت پیغمبر اعظم علیه السلام با 5 دلیل فرض است و میرقم شناخت ایمه بزرگوار، شناخت اصحاب پیغمبر و شناخت انبیای بزرگوار اسلام، همیشان ضروری است. دوست عزیز، شما را دوباره به ادامه بحث پیرامونی معرفی برنامه اسلام و فطرت خوش آمدید میگم. صحبت اینجا بود که فصل دوم از برنامه اسلام و فطرت در رابطه با بحث قدوات و الگوها و پیشوایای دین بود که نیاز ما نیاز فطری بود و همچنین جنگ علیه قدوات و همچنین تربیت با الگوها و پیشوایای دین و همچنین منابع بزرگی علمی و فقهی که در راستا داشتیم، خواستیم ایره در فصل دوم بنابر نیازهای فطری و نیازهای سرشتی انسان بکنجام. چرا شناخت قدوات فرض است، شناخت پیغمبر فرض است؟ به 5 دلیل. قرآن کریم میگه وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانین در میان شما پیغمبر است. بدانین، بخانین، دانستن مفهوم علم است. بشناسین، یعنی اگر نشناسین نمیشناسین که پیغمبر است. شاید بسیار کسا بگه پیغمبر مثل ما یک انسان بود، سیب زندگی کرد و بالاخره وحی آمد و رفت از دنیا رحلت کرد. پس مشکل در کجاست؟ کسی که نشناسه و هم لهو منکرون، او منکر پیغمبر میشه. کسی که پیغمبر نشناسه امروز انکار نکنه، فردا انکار میکنه.
کسی که پیغمبر را نشناسه حدیث شه این کار میکنه. وقتی سنت برش بگی ولی استاد میگه نمیشه و دیگه باز چطور میشه و دیگه باز رسم و رواج ما چطور میشه، باز عادات ما چطور میشه، باز مردم میگه ملا شده، باز مردم میگه اینطور شده. بلی از خدا مشکل دی نیست، مشکل در شناخت است. پیغمبر را نشناخت، اهمیت شه درک نکرد. پس شناخت پیغمبر فرض است، چون پنج وقت نماز. چرا فرض است؟ چون ایمان به پیغمبر فرض است. ایمان به پیغمبر فرض است. آیا ایمان بدون شناخت ممکن است؟ آمین بالله و رسوله و النور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. آمین بالله، ایمان بیارین به الله و رسول به پیغمبر و النور الذي انزلنا، به اون نوری که مراد قرآن است ما نازل کردیم و خدا با آن چی که میکنین با خبر است. خب چی گونه به پیغمبر ایمان بیاریم که نمیشناسیم؟ محال است. و آمینو صیغه امر است. آمر کیست؟ الله. مأمور کیست؟ بنده. هر امر در قرآن مصروف به فرض است. وقتی خدا میگه ای کار بکو فرض است بر ما، مالم یصرف و صارف، تا وقتی که یک دلیل به عدم فرضیتش وجود نداشته باشه فرض است. پس چگونه میتونیم، کیف نؤمنو، چگونه ایمان بیاریم به کسی که لا نعرفه، ما او رو نمیشناسیم، کسی رو نمیشناسیم، چگونه به او ایمان بیاریم؟ پس ایمان فرض است، چون شناخت فرض است. بدون شناخت ایمان تکمیل نمیشه. پیغمبر رو میشناسی؟ ولی هم رایش میگه گشت و گذار نکردیم. آه پیغمبر ماست، آه فرستاده خدا سید، چگونه شخص بود؟ قوارش چگونه بود؟ رفتارش چگونه بود؟ اخلاقش چگونه بود؟ چگونه نان میخورد؟ چگونه حرف میزد؟ خبر نداره سید. ده حدیث شب بگو. او حدیث در جای خودش بیسته. بخاری شاید بگم، بخاری است که در زمستان مردم به خاطر گرم شدن میمان. کتاب پیغمبر بخاری شریف او را کس نمیشناسه. ده اخلاقش خیلی بگو، اخلاقش هم خبر ندارم. ده اخلاق خلقی و ذاتیش بگو، شکل و چهرهش معرفی کو، ولی نمیفهم. پس شناخت، ایمان بدون شناخت ممکن نیست. دوم، اطاعت و پیروی پیغمبر فرض است دوست عزیز. قرآن کریم در آیات متعدد میگه اطیع الله و اطیع الرسول. الله و رسولش اطاعت بکنین، خدا و پیغمبرش پیروی کنین. خب ما چی گونه میتونیم از کسی که نمیشناسیم پیروی کنیم؟ بیم پشت کسی که اصلا نمیشناسیم چی کاره بود، کی بود، چی گونه پیغمبر شد، چی گونه آمد بر ما دین خدا رسان، ما بیم از او چی گونه پیروی کنیم؟ پس پیروی فرض است و پیروی بدون شناخت ممکن نیست. به می خاطر اصحاب پیغمبر شبرن به شبرن، هو به هو، قدم به قدم، وجب به وجب پیروی میکردن، چون میشناختنشه، جان خود میدادن، راه را منحرف میکردن، رای راست ترک میگه، در رای غلط میرفتن. میگفت یک روز شطور پیغمبر منحرف شده بود، یک قدمش هم پیروی میکردن. اگر در نماز سلفه میکرد اونم سلفه میکرد. اگر خوردنی های شیرین دوست داشت مردم هم دوستش داشت. اگر کدو را دوست داشت مردم هم دوستش داشت، چون میشناخت، اهمیت داشت برش، قدر داشت. پس پیش ما که شناخت درست نداریم، اهمیت برامون نداره. پس اطاعت پیغمبر فرض است. پس اطاعت بدون شناخت ممکن نیست. سوم دوست عزیز، محبت به پیغمبر فرض است. کسی که نامش میگیری قلبش تکان نخوره، موی بدنش استاد نشه، پوست بدنش کش نشوه، پیغمبر را دوست نداشته. قرآن کریم میگه قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. بگو اگر پدرانتان، مادرانتان، همسرانتان، فرزندانتان، مالهای تجارتیتان، خزانه هایتان، قوم خیشتان از خدا و رسول به شما گرانتر، محبوبتر، شیرینتر باشه، پس انتظار عذاب خدا را بکشیم. انتظار عذاب خدا را بکشیم. پس محبت بر پیغمبر فرض است. محبت بدون شناخت امکان ندارد.
دوستان عزیز شما را دوباره به ادامه بس پیرامون معرفی برنامه اسلام و فطرت خوش آمدید میگم و صحبت اینجا بود که برنامه اسلام و فطرت دارای 5 فصل است. فصل اولش در ارتباط حقیقت ایمان و علائم ایمان، فصل دوم در ارتباط بحث الگوهای هدایت و قدوات و پیشوایای دین است. دوستان حت عزیز، اهمیت این بحث را از چند نکات دانستیم. نکته اول، بحث قدوات فرض است. نکته دوم، یکی چرا فرض است آیات و احادیث خدمت شما عرض کردم. یکی دلیل دومش نیاز درونی ماست. فطرتا نیاز داریم که از یک کسی باید پیروی کنیم. نکته سوم، جنگ و مبارزه و دشمنی علیه قدوات. شخصیت های ممتاز در تاریخ بشر بر ما سیاه نشان دادن و شخصیت های رضی و پس را بر ما سفید نشان دادن. خواستیم بیم اینا را دوباره بشناسیم. نکته سوم، چهارم، تربیت با الگو و پیشوا از بهترین موارد تربیت است. ما میتونیم اخلاق خود را خوبتر از تمثیل و قصص و مثال بگیریم نسبت به یکی از طریق تعلیم و مطالعه بگیریم. پنجم گفتم، از منابع بزرگی کتابخانه های ما سرشار است که الگوهای ما را به معرفی میگیره. و همچنین دانستیم شناخت قدوات چرا فرض است؟ به خاطر 5 دلیل. شناخت پیغمبر چرا فرض است؟ چون ایمان به پیغمبر فرض است. شناخت پیغمبر چرا فرض است؟ چون پیروی از پیغمبر فرض است. شناخت پیغمبر چرا فرض است؟ چون محبت به پیغمبر فرض است. روزی از روزها به طرف یارایش میگه قسم به خدا مؤمن نیست کسی که مرا از جان و مالش بیشتر دوست نداشته باشه. هرگز مؤمن نیست کسی که پیغمبر از جان و مالش بیشتر. علی امروز موت میتونیم از جانمان پیغمبر را دوست داشته باشیم چون نمیشناسیمش. چیگونه کسی را که نمیشناسیم با او محبت پیدا شود؟ چیگونه کسی را نمیشناسیم که او را از قلب خود، از جان خود، از مال خود، از اولاد خود، از زن و فرزند خود دوست داشته باشیم؟ مشکل در شناخت است. پس بحث قدوات به ما پیغمبر را میشناسانه، به ما اصحاب میشناسانه، به ما ائمه حدیث، ائمه فقه میشناسانه، ائمه بزرگوار دینمان را به ما به معرفی میگه. و همچنین یک کس میخواد پیغمبر را ببینه و ای از بزرگترین آرزو یک مسلمان است. هر کس میخواد رسول پاک علیه السلام ملاقات کنه. بدون شک کسی که پیغمبر را بشناسه پیغمبر در خواب میبینه، پیغمبر در بیداری میبینه. آیا دیدار پیغمبر در بیداری ممکن است؟ بله. وقتی ما بفهمم که چشمش چنین است، چشم پیغمبر این چنین بود، ابروش این چنین بود، گوشش این رقم بود، شانایش این رقم بود، شکل صورتش این رقم بود، مویش این رقم بود، ریشش این رقم بود، با تمام مواصفات با پیغمبر آشنا شوم، ما گویا هر لحظه پیغمبر را در قلب خود میبینم، در تصور خود میبینم. پس بزرگترین آرزو یک مسلمان است که دیدار رسول الله علیه السلام نصیب شود. و کسی که پیغمبر را نشناسه در خواب ببینه دروغ گفته است. کسی که پیغمبر را نشناسه با مواصفاتش، با صفات خلقی ذاتی و با صفات خلقی اخلاقیش آشنا نباشه، پیغمبر را در خواب ببینه دروغ گفته است. او پیغمبر را ندیده است. پس هر کس میخواد پیغمبر را ببینه، پس اول بشناسیم دیدار پیغمبر هم در بیداری هم در خواب نصیب من میشه. نکته پنجم، چرا شناخت پیغمبر فرض است؟ چون دوری از گناه فرض است، چون دوری از حرام فرض است، دوری از منکرات فرض است. به این خاطر شناخت پیغمبر فرض است. وقتی که پیغمبر کس ایمان برش داشته باشه، از پیغمبر پیروی کنه، با پیغمبر محبت داشته باشه، پیغمبر را ببینه، با هیچ قیمت کوشش نمیکنه این سعادت از دست بده. ما با یک کس بعد از تلاش های زیاد رابطه برقرار کردیم، رفت آمد برقرار کردیم، آیا کوشش میکنیم این رابطه خراب شود؟ آیا کوشش میکنیم این رابطه به سردی، به شکست و بحران روی بیاره؟ هرگز کوشش نمیکنیم. میگم 10 سال است که من کوشش میکنم با تو دوست شوم، 10 سال است کوشش میکنم با تو رابطه برقرار کنم، پس من نمیخوایم این رابطه از بین بره. وقتی ما پیغمبر ایمان آوردیم، پیروی کردیم، محبت کردیم، پیغمبر را دیدیم، بعد کی کوشش میکنیم که با گناه، با معصیت، با طغیان و سرکشی، با معاصی فراوان این رابطه را با پیغمبر تیره کنیم، محبتش از دست بدیم، پیرویش از دست بدیم، ایمان از دست بدیم، دیدارش از دست بدیم؟ پس مورد پنجم، محبت و ایمان و شناخت پیغمبر علیه السلام
سبب دوری از گناه ها میشه، سبب دوری از معصیت میشه. این فصل دوم بود دوست عزیز که بحث قدوات مقداری به معرفی گرفتیم. فصل سوم در ارتباط هدفمندی است. چگونه میتونیم به هدف برسیم؟ انسانی در روی زمین وجود نداره که به هدف باشه. انسانی در روی زمین وجود نداره که به برنامه باشه. هر کس برای استرداد اهداف خود و رسیدن به هدف خود برنامه ریزی میکنه و ما همیم ای را به بحث میگیریم که اهداف ما، اهداف معنوی ما چیست؟ اهداف مادی ما چیست؟ از کجا آمده هم؟ آمدنم بهر چی بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم؟ این همه هدف است. یک کس هدفش الله را تعیین میکنه، یک کس هدفش دنیا را تعیین میکنه. به خاطر رسیدن به اهداف مشروع چگونه میتونیم کار پیدا کنیم؟ چگونه میتونیم اقتصاد خوب داشته باشیم؟ چگونه میتونیم اجتماعی باشیم؟ چگونه میتونیم محبوب دیگران شویم؟ چگونه میتونیم در قلوب دیگران مؤثر شویم؟ چگونه میتونیم یک شخص مثبت باشیم؟ چگونه میتونیم شخصیت سازی کنیم؟ این همه در بحث هدفمندی، در عنوان هدفمندی ما به بحث میگیریم. ان شاء الله یک کلید است و یک خدمتی است که خداوند جل ذکره به درگاهش قبول بکنه برای هموطنای عزیز ما. فصل چهارم ما اجتماعیت است دوست عزیز. ما وقتی که میگیم نیاز فطری ما اجتماعیت است، یعنی هیچ انسان نمیتونه در غار و کو زندگی کنه. انسانی که در غار و کو زندگی میکنه یا او انسان مریض است و یا انسانی را برای صحبت نمیافه. پس هر انسان کوشش میکنه اجتماعی باشه. پس اخلاق اجتماعی چیست؟ آداب اجتماعی چیست؟ حقوق اجتماعی چیست؟ چگونه میتونیم اجتماع خود سالم بسازیم؟ چگونه میتونیم اجتماع خود موفق بسازیم؟ اجتماع خود به طرف سعادت، به طرف ترقی، به طرف پیروزی سوق بدیم. این بحث اجتماعیت فصل چهارم ما میباشه ان شاء الله. فصل پنجم ما غرایز هست. انسان غرایز پرخاشگری داره، غرایز حیوانی داره، غرایز جنسی داره، غرایزی داره که به خاطر به دست آوردن از او اگر راههای مشروع پیدا نشوه، راههای سالم پیدا نشوه، به طرف راههای نامشروع میتوان. مثال غرایز جنسی، اگر ما نتانیم غرایز جنسی را درست مدیریت کنیم و غرایز جنسی را در محل مشروعش وضع بکنیم، ما را به طرف قهقرا میبره، به طرف انحراف میبره. برای تأمین غرایز مادی من و غرایز جنسی من، غرایز معنوی من، ما چی برنامه باید داشته باشیم؟ از کدام طریق این غرایز به شکل مشروع میتونیم تأمین کنیم؟ این را انشاءالله در فصل پنجم به بحث میگیریم که انشاءالله امیدوار هستم از خداوند توفیق میخوایم و به همه من، به خودم و به همه شما تا این بحث را به شکل کامل و زیباش دنبال کنیم و از داشته های این بحث مستفید شویم که انشاءالله بعد از اینکه بحث باز شوه، آغاز شوه، همگی میدانیم که جایگاه بحث چقدر جایگاه رفیع است و ضروری هست و مهم هست و چقدر ما به این بحث نیاز داریم، چقدر ضرورت داریم که تمام از این را انشاءالله بعد از اینکه بحث آغاز شد عملا بعد درکش میکنیم انشاءالله. و از همه شما میطلبم که این بحث را که من به مراتب که از بحث فقه خانواده را مهمتر میدارم، چون بحث فقه خانواده فرع این بحث بود و این اصل بحث فقه خانواده و ادامه اون بحث ماست، که خداوند جل ذکره به درگاهش قبول بکنه و آنچه که گفته شد و شنیده شد مورد پذیرش خود قرار بده. و از شما هم ابراز امتنان و تشکری را دارم از اینکه وقت برنامه ما تمام است. ناگزیر با شما خداحافظی کنم. شما را والله بنیاز تا دیدار بعد و برنامه بعد میسپارم. الله نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.